تمام برنامه رو اجرا میکردن به خاطر اینکه بتونن منافع شرکت‌های چند ملیتی رو در آفریقا به سود خودشون سهمیه بندی کنن. واقعا همین بود. حالا بازی داره تغییر میکنه، یادتون نره وقتی که آفریقا در اختیار بلژیک، امپراتوری بلژیک و آلمان بود و هنوز فرانسه، انگلیسی ها، فرانسوی ها تا حدود انگلیسی ها وقت پیدا نکرده بودن وارد اونجا بشن، آقای چارلز کانراد نویسنده کتاب لورد جیم که یک نویسنده معروفی است، رفت یک کتابی نوشت The Heart of the Darkness و بعد اومد به ملت انگلیس یادآور شد شما باید برید آفریقا رو نجات بدید، این بردگان دارن نابود میشن توسط امپراتوری بلژیک و آلمان. بعد خودشون رفتن یک امپراتوری در اونجا گذاشتن، بین خودشون سهمیه بندی کردن، همینجوری که امروز میخوان خاورمیانه بزرگ و دوباره نقشه های جغرافیاییش رو تغییر بدن. یک روز میگن هلال شیعه درست کنیم، یه روز میگن هلال سنی درست کنیم، یه روز خمینیز میارن، یه روز حزب الله میارن. فقط اینها بازیه، هیچ باور نکنید. روزی که فدایان اسلام آوردن در ایران شعبه ای از اخوان المسلمین بود، برای چی آوردن؟ برای چی آوردن؟ نواب صفوی با اینا یک دفعه چطور شد از اون سوی به اصطلاح دیواره مصر و عراق وارد ایران شدن، ناگهان مسلمان دو آتشه شدن، همه را ترور کردن، بعد مسئله ملی شدن نفت پیش آمد، بعد مسئله بیرون رفتن بریتیش پترولیوم کنسرسیوم، همه اینا بازی است. همینجوری که خود شما الان در پرایم تایم ها میبینید، این هم یک بازی. بعضیا میگن این به اصطلاح دختر ربایی بر ضد کشور تمدن غربه، بعضیا میگن اصلا بر ضد مسیحیته، اصلا اینا نیست، سهمیه هاست. فرانسوی ها رفتن مالی، اون یکی میخواد بره نیجریه، اون یکی میخواد بره کنیا، بازی ها اینجاست. و این به اصطلاح گروه های جهادی و نمیدونم القاعده و این فرانچایزه، مثل مکدونالده، یک روز در اینجاست یک روز در جای دیگه است، فقط به خاطر اینکه نظم کهنه رو از میان ببرن و نظم جدیدی بیارن. همینجوری که انگلیسی ها وقتی میخواستن برن نصف آفریقا رو بگیرن، ماماوا رو، قبیله ماماوا رو انداختن تو، کشتار کردن، رفتن. همین خانم سامانتا پاورز که الان در سازمان ملل نشسته از سوی آقای اوباما، یک روزنامه نویس بود. این خانم زیباترین خدمت به دنیای قدرت ها کرد. چیکار کرد؟ رفت جنایت های به اصطلاح رواندا رو دید، یادتونه کشتار های رواندا؟ حتی فیلمی ساختن هتل رواندا. در اونجا آمد و مقاله نوشت و بعد یک کتاب نوشت. نوشت وظیفه دنیای غربی است که هرگاه کشتارهایی صورت میگیره ما نیرو بفرستیم R2P Responsible to Protect و بریم. خب پوتین هم همین کارو کرد. پوتین هم گفت اینم R2P من رفتم از روس تبارا استفاده کنم، فردا حتما بر سر ایران یک جور دیگه میاد، یا سوریه یا جای دیگه. پس میبینید اینها بازیای سیاسی است. من چرا میگم یک مقدار رشد کنید دیگه، این بحثای کهنه رو بریزید تو زباله. به حد کافی این دوستان نقالی ها رو کردن. نسل آینده ایران با یک دنیای بسیار مبهمی روبروست. حتی خود رژیم نگاه کنید داره یه چرخش میکنه. تا دیروز اینا عمله های سیاسی انگلیس بودن، حالا دارن از انگلیس و روسیه جدا میشن، به دامن کت خدا آمریکا میخوان وارد شن، همین آقای روحانی و تیم گرین کارت امنیتیش. نگاه کنید حتی مداهای اینها دارن میان مدعی میشن که در ایران هیئت‌های تشکیل شده با پول‌های کازینودارهای لندن. گوش کنید آقای مدد سلحشور. اسناتی که دارم، خبرهایی که دارم، به والله العلی العظیم بچه‌ها خیلی ها سرمایه‌گذاری کردن با دو واسطه، سه واسطه، چهار واسطه، پنج واسطه از انگلیس خبیث و جنایتکار، پدر نامشروع وهابیت ملعون. به این منبر امام حسین اطلاع دقیق دارم، از اونجا خبراشو دارم، یعنی میتونم بگم فلانی از این گرفته، این از این گرفته، این از این گرفته، اینم از فلان کازینو داره تو انگلیس پول گرفته. اولا این قضیه تازگی نداره، در این 35 سال همه از هم گرفتن، بسیاری از همین رادیو تلویزیون های خارج از کشور، گروه های سیاسی هم
شاید از اگر از کازینو دارهای لندنی نگرفتن از دیگرون گرفتن، یه مدتی که خزانه دست آقای صدام بود یا دیگران. حالا بگذاریم از این، چرا یک دفعه اینا شروع کردن لندنی ها رو زدن؟ بی بی سی، حتی چهره های بی بی سی، من یک دفعه دیدم حتی مسعود بهنود رو هم در واقع اینا دارن خراب میکنن. البته نمیشه گفت خراب میکنن، به اصطلاح افشاگری میکنن. یه دقیقه اینم گوش کنیم، چون در لندنه میگم بی بی سی. محافل سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی باز شده است، روزنامه نویسی که معتمد ساواک و پرویز ثابتی است و حتی با نخست وزیر وقت امیر عباس هویدا هم فالوده میخورد و شوخی میکند، حتی مقابل دوربین تلویزیون. میگن که فرق دیپلمات ها و روزنامه نویس ها این هستش که دیپلمات ها بدترین حرف ها رو در بهترین شکل ها میگن و روزنامه نویس ها برعکس بهترین حرف ها رو در بدترین شکل ها میگن. برداشت سوم، 30 چند سال بعد تلویزیون شاهنشاهی برای مسعود بهنود آن روزنامه نگار سالهای دور وجود خارجی ندارد و ناگزیر تلویزیون سلطنتی دیگری به نام بی بی سی پاتوق وی می شود. جستی روشن فکرانه و در مقام تحلیلگر. استفاده از کلماتی ظاهر فریب همچون دموکراسی، مردم، جمهوریت، چند صدایی و رسانه. خب تعجب آور نیست، حالا اینها دارن یک چرخش نشون میدن، از بی بی سی دور میشن، از یک کلوب ایرانی ها در لندن دور میشن، به اصطلاح از کازینودارها دور میشن. کازینودارها میتونن سیاسی باشن. یادتون باشه بسیار از این بازی هایی که رژیم جمهوری اسلامی پیاده کرد به عنوان اینکه اپوزیسیون سازی کرد، از کارگاه های آلترناتیو اپوزیسیون پوتمکین یا گلخانه ای ساخت که بارها آقای نوریزاده و دوستانشون در دامش افتادن، اون سردار مهدی بود چی بود یا هر که یاقوتی ها هر که بودن. ببینید الان یک چرخش سیاسی داخل کشور پدید اومده، تیم آمریکایی وارد بازی شده، حالا اربابشون در خارج از کشور کیست یک روزی خواهیم گفت، اما مسلما یک متفکرانی مثل آقای ولی نصر که امروز یک قدرت فکری داره در آمریکا، جزء CFR در دانشگاه جان هاپکینز، کتاب‌های بسیاری نوشته، مشاور پتروس بود، مشاور دیگران بود، یا حتی آقای کریم سجادپور یا دیگران، یا خانم فریده فرحی، همه اینا نقش دارن، اینها در این وسط نقش اساسی دارن که به اصطلاح ایران رو بازگردونن به دامن آمریکا یا آمریکا رو مجددا ببرن به تهران. باید هم از روز اول آمریکا یا در تهران بودن، اینا کلک زدن. در واقع برژنسکی و اینا میخواستن از طریق آقای یزدی و بازرگان برگردن. همه هدف اینا، اینها این انقلاب ساخته بودن، حتی دولت موقت یا دولت به اصطلاح ملی مذهبی ها ساخته پرداخته بود که در واقع یک نوع رژیم انقلابی باشه. حالا چه کسی رو دست زد؟ مسلما توده این نبودن، چون توده ها همه باختن، یا گروه های چریک های فدایی خلق و مجاهدین همه باختن، پس یک نیروی دیگری بود که بازی رو چرخوند. اما مسئله الان یک چرخش تاکتیکی به وجود اومده. زدن آقای مسعود بهنود، من به تونی جوانسال دیشب میگفتم، گفتم مشکل این نیست که فقط میخوان مسعود بهنود رو بزنن، حتی وی او ای رو زده بودن، صدای آمریکا رو خواسته بودن خراب کنن، در حالی که صدای آمریکا اشتباه اینا دیدن، گفتن چون موفق نشد. نه، عده‌ای از سناتورها و به اصطلاح جناح راست دولت آمریکا معتقد بود شما رادیو فردا و صدای آمریکا رو تبدیل کردید به رادیوی خاتمی و صدای جمهوری اسلامی، حالا پاکسازی دارن میکنن که بشه یک واقعا بشه رادیو صدای آمریکا و پروپاگاندا کنه علیه مخالفین آمریکا. این ابله ها یه برنامه درست کرده بودن، زده بودن که نه، چون اینا ناکام موندن در مقابل ایران و سوریه، دارن پاکسازی میکنن. میگم به قدری وارونه سازی میکنن و جوانها رو برین واش میکنن که باید هر بار توضیح داد، اگر نه دکتر عباسی و دیگران مغز اینها رو خواهن خورد و خواهن راد. اما بیرون کردن مسعود بهنود از صحنه، الان دیگه به مسعود بهنود احتیاج ندارن. چرا؟ زیبا کلام دارن. شما نگاه کنین هر چند یک بار این زیبا کلام وارد برنامه های تلویزیونی میشه یا یک مقاله مینویسه و حرفایی رو میزنه که همه میگن عجب مرد شجاعی است این متفکر. ببینید داره همون حرفایی میزنه که اپوزیسیونی های بیرون از
خارج از کشور دارن میزن. گوش کنید، بیشتر سفسطه است، قهرمان سفسطه است اینا رو. میگفتن اگر در کربلا قزاق بودی عقبه لشکر، جواب میدادن حسین بیاور و تنها نبودی. پیام انتخابات رو دریافت کردیم. عکس آقای خاشقی جاش اینجا خالیه، دوزاریش افتاده. عکس اون عکس ها رو چیز کن. بر دیده من خندی کینجازه چه میگریم، خندن در آن دیده کینجا نشود گریم. این تاریخ ایران. این اون عبدالله رمضان زاده است، از آمریکا دلار میگرفت. این سعید حجانیان از انگلیس پوند میگرفت. اون مصطفی شاهزاده است از عربستان درهم میگرفت. اون سعید شریعتی از هلند واحد پول هلند یورو میگرفت. چقدر واقعا زیبا کلام، کلام زیبایی داره. نوشتاراش هم اینا، یعنی به موقع وارد صحنه میشه. الان میدونه یک نوع شک و تردید در داخل کشوره. دلواپسی ها، یعنی گروه جلیلی احمدی نژاد نیست، گروه جلیلی است. گروه جلیلی یک گروه دیگری است، قدرتمند هم هست، با رهبر هست، بله، با سپاه هست، بله. گروه همه نگران اینن که گروه جلیلی که بسیار خفته حرکت میکنه به گفته خودشون با چراغ‌های خاموش، ناگهان با این گروه‌های دلواپس بازی رو شطرنج به اصطلاح سازشکارانه هسته امروز رو به هم بزنه. اینه که آقای زیبا کلام وارد میشه. قبل از اون که اونها مدعی بشن، مدعی میشه که انتخابات مجلس است. هاشمی، خاتمی، سید حسن خمینی دارن مهره ها رو میچینن. اولا برای بسیاری از نسل جوان یا اونهایی که سبزن یا اونهایی که مخالف دستگاه ولایت هستن، این خبر خوش به نظر میرسه. به هر حال اینا دست به یک کردن، یعنی به راحتی مجددن اینها روحانیت و امامه دارها رو میکنن در جیب نسل آینده ایران. یعنی شما نجات پیدا نمیکنید از دست این دایناسورها. هر فصلی تنها دوره‌ای که در واقع اینا رو بیرون راندن بعد از فیلم مارمولک بود که اینها رو مارمولک خواندن، احمدی نژاد اینا رو با تیپا بیرون کرد. بله، احمدی نژاد رو یه گروه خاصی آورده بود. حالا میگن که اصلا چقدر به سود اسرائیل تموم شد اومدن احمدی نژاد. خودشون 10 تا مقاله نوشتن، خب حتی در سایت های دقیقشون. اما بزرگترین کاری که الان آقای زیبا کلام میکنه، اعتبار به اینا میده. چرا؟ چون به زودی میدونن وقتی آقای خامنه ای میاد یک جمله میندازه، یک تلنگر میزنه، پس داره یک نیروهایی رو آماده میکنه. چه نیروهایی رو آماده میکنه؟ الان همین گروه های جلیلی است. برای همینم ناگهان میبینید همه میان بر علیه جلیلی صحبت میکنن. زمانی که رئیس هیئت مذاکره کننده بود، حتی علی اکبر ولایتی. اول گوش کنیم، اتفاقا تونی نازنین چیز جالبی از آقای خامنه ای انتخاب کرده بود. یک لحظه گوش کنیم با صدای آقای خامنه ای، ببینیم چی میگه. میگه تحریما رو دور بزنید. چرا تحریما رو دور بزنن؟ در مسائل گوناگون هر چه تلاش و ابتکار هست به خرج بدید. من موافق با تلاش و ابتکار و پیشرفت و مذاکره و از این حرفا هستم، منتها اینا رو گره نزنید به نقاط نیاز و ضعفی که امروز تصور میکنید در کشور هست. مثل مسئله تحریم. مسئله تحریم رو جور دیگری حل کنیم. کشور کشور توانایی است، ما استعداد داریم، انسان‌های لایق و برجسته و پیشرو داریم. روی تحریم رو نوع دیگری پاسخگو باشید یا دور بزنید. مگر قرار تحریم ها ادامه پیدا کنه؟ پس آقای خامنه ای میدونه که تحریم ها احتمال داره ادامه پیدا کنه. در چه صورتی تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد؟ همه معتقدن، حتی آقای کنات پالک که یک مقاله بسیار جالب نوشته در تایید مذاکرات،
سفیر سابق فرانسه، دیگه تمام گروه لابیست جمهوری اسلامی نوشتن که این مذاکرات به نتیجه میرسه و همه به واشنگتن فشار آوردن که اگر شما به یک توافق ضمنی هم رسیدید ولی به توافق نهایی نرسیدید، بیایید و در واقع این زنجیره تحریم ها رو پاره کنید. خب